السلام علیکم. این دفعه ما اوید خورش عضو صحبت میکنیم. دانشمندان این سوها در اساس تجربه ها، عمل ها، پیشنهاد ها و تحقیقات های خود نمود های گوناگون همین علت ها معلوم کردگیان. ما کوشش میکنیم اوید هر یک همین نمود همین خورش عضو در الوهیدگی صحبت کنیم. حضیر موضوع حضیره ما اوید خوریشک، یعنی چونین خوریشه که بی اوبیله و بدونی برامدنی دانچه باشد. اوید همین صحبت میکنیم. با ایباره دیگر حالتی که یگون اوزوی بدن با خوریش میدارویاد، ولی بعد خوریش یگون خیل اوبیله و یا دانچه نمی باروید. چی باید کرد؟ با اولتینگو گیرد موضوع خوریش رو بشویم، خوریش رو نیست میکنه. اوشومیدنی پیشوبی انسان خصوصا پیشوبی کودکان خرد خورش شدیدی بدن رو دفع میکنه. یعنی همین وقتی که همین در همین حالت، اگر همین در همین حالت خورش به عمل آید، با دیگر روح اگر یعنی همین علت نیست نشود، همین توصیه ما کردیم بسیار یک توصیه خوب است. بعد همین که موضعی همین جایی که عضوی که میخوره خود خورش پیدا می شود، همونه با مغز بودومی طرف رو کفته با سیرکو و یا با شراب یک جو کرده، اگر یعنی گذاشته بندیم اونها رو تسکین می دهد. زهره یا چخیل میگن تلخه گو رو با اصل در اومخته لیسیده خوردن خورش بدن رو دفع می کند. پوست بیرونی تخم مرغ رو کفته با خورش بدن گذاشته بندیم اون رو تسکین می دهد. دیگر تخم بودرینگ رو کفته با موزه خورش دوری بدن گذاشته بندیم خورش بدن رو تسکین می دهد. گشنیچ، منم گشنیچی تر رو بونونی خوش یک جو کرده با خورش بدن گذاشته بستن شفا می بخشد. هر روز 300 گرم شیری گو رو نوشیدن و از رو مولیدن خورش بدن رو دفع می کند. بردوام خوردن انور شیرین خورش بدن رو شفا می بخشد. صابون رو با هم وزنی اون، یعنی اگر همین صابون در کدوم مقداری نباشد، اگر ما انتخاب کنیم گیریم، با همون مقدار نمک رو گرفته کوفته با خورش بدن گذاشته بندیم شفا میبخشد. پیش از طعام خوردن اولوی تری سیاه خورش بدن رو دفع میکند. باقی در امان خداوند باشید.